سلام دوستان وقتتون به خیر باشه خیلی ها این روز ها به یک سوال فکر میکنن و اون سوال این هست که چرا ایران مستقیما وارد صحنه نبرد نمیشه بعضی ها در پاسخ به این سوال میگن خب وقتی صدای انفجارها فارسی است از بی ها بگیریم تا چیزهای دیگر خب یعنی ایران وسط میدان دیگه وارد جنگ چی بشه بعضی های دیگه میگن نه ایران الان در این شرایط داره میشنگه از طریق هزار خنجری که بر پهلوی رژیم و آمریکا نشسته باز همون سال پس چرا باید وارد معرکی نبرد میشه بعضی های دیگه میگویند که آخه چه کسی میاد وسط یک معرکه نبرد که مثلا ده تا لشکر دارن میجنگن اون بخش آماد و پشتیبانی رو ببره درگیر جنگ بکنه اون در جای خودش نشسته با کسی کاری نداره دیگه بقیه دارن معرکه رو مدیریت میکنه بعضی دیگه میگن نه آقا این حرفا ولش نه ایران میترسه ایران میترسه درگیر جنگ بشه میخوایم بریم گزارش بخونیم ببینیم که کدام یک درست و قابل اعتنا میتواند باشد من این گزارشی که برای شما میخوام بخونم از فاینشنال تایمز هست داره منطقه رو روایت میکنه از نگاه خودش و میپردازه به اینکه ایران کجای بازی ایستاده داره چیکار میکنه دوستان عزیز بخش اعظمی از این گزارشی که میخوایم با هم بخونیم قابل تامل است و مبتنی بر درکی است که ما از مسائل داریم بخشیش به درد تصمیم سازهای ایران میخوره چرا؟ به خاطر اینکه داره یادآوری میکنه اینها طور رو این شکلی شناختن تا وقتی هم که تو این شکلی بشناسن تو در بعضی جاها آسیب پذیر میتوانی باشی بریم گزارش رو با هم بخونیم من نکته ای که خدمت شما عرض کردم رو روشنتر خواهم کرد ابتدای گزارش گفته که در خاور میانه جنگ ها در داخل مرز کشورها باقی نمیماند معمولا گسترش پیدا میکنه همه رو درگیر خودش میکنه و مسئله مهمتر اینجا که دیپلماسی توان کافی برای مدیریت میدان رو نداره دو سه تا جنگ رو میاد مثال بزنه میگه 20 سال پیش غرب حمله میکنه به عراق دقت بکنید توازن منطقه ای بعد از آن به نفع ایران بر هم زده میشود. میگه 20 سال تو حمله کردی رفتی همه کار انجام دادی در عراق با کی جنگیدی با یه دیکتاتوری جنگیدی که میخواست به کویت حمله کنه به عربستان حمله کنه اینور حمله کنه اونور حمله کنه کی تجهیزش کرده بود رفیق خودتون بود بعد از اینکه زدی زمین کی منفعت برد میگه ایران منفعت برده 20 سال ما رفتیم اونجا درگیر شدیم ایران منفعت برده میگه از این داستان گذشته و دوران جدیدی از جهادگران فراملی آغاز شده است میگه گروهایی اومده اینا چند ملیتی یعنی یک دهه پیش سوریه رو مثال میزنه وارد یک جنگ داخلی ویرانگر شد که قدرت های بزرگ و جنگجویان افراطی رو به خود جذب کرد در ماهای گذشته فراتر از تلفات انسانی عظیم فلسطینی ها پیامدهای منطقه جنگ جاری غزه احتمالا به همان اندازه مهم خواهد بود میگه این داره میره به یه سمتی که منطقه رو درگیر بکنه منطقه غرب آسیا هم درگیر بشه ظاهرش اینه آقا چند تا کشور درگیر بحران میشن و ادامه ماجرا انرژی که ما داریم ازش استفاده میکنیم زیر پای ایناست اون چیزهایی که داره سوخت ما رو تامین میکنه داستان های ما رو تامین میکنه از منطقه اینو میاد اونور بس همه اینها میتونه درگیر بشه بعد یه نکته رو من اضافه بکنم حالا جنگ عراق و گفت که بعد از اینکه تو تهاجم کردی به نفع ایران تموم شد ولی چرا به یمن اشاره نمیکنه بعد از نه سالی که به یمن حمله کردی تفنگ به دست ها موشک به دست شدن دیگه اونم موشک به دستایی که حالا یاران قدرتمند ایران هستن پس اینجا هم نبرد به نفع ایران تموم شد میدونید من چرا دارم بر این مسئله تاکید میکنم هر کسی تصمیم ساز هست در غرب و هر کسی که داره برای اندیشکده های غربی کار میکنه در فضای فارسی زبان هم رصدی دارد باید بفهمه هر چی بیشتر جنگ به منطقه ما تحمیل بکنیم ما قدرتمندتر میشیم میخوای ایران قدرتمندتر نشه جنگ به مردم و منطقه تحمیل نکن بچه های منطقه رو نکش زنهای منطقه رو نکش بی های منطقه رو نکش با افغانستان و عراق و کجا و کجا کاری نداشته باش منم دلیلی قدرتمندتر بشم ولی وقتی تو جنگ تحمیل میکنی چاره ای ماند جز اینکه نه تنها خودم که همه ملت های منطقه به سمتی بروند که حرفی برای گفتن داشته باشن چرا چون من احساس میکنم بعدی ممکن خودم باشم این نکته ای هست که در بخشی از این گزارشو بهش رسیدن میگه با همه اتفاقاتی که در منطقه رخ داده قرار دادن اجبار فلسطین در, در دستور کار منطقه ای یکی از اهداف متعدد حماس بوده که در هفته اکتبر اتفاق افتاده میگه انگیزهای مختلفی داشته برای این جنگ حماس ولی یکی از دلایلش این بوده میخواسته فلسطین معتبر بشه میگه احساس میکرده فلسطین داره فراموش میشه میخواسته یه کاری بکنه که فلسطین دوباره تو منطقه همه بهش فکر بکنن و راست هم میگه دیگه اینا هفته بعدش با عربستان قرار بود بشینن عادی و تمام میگه حماس این کار رو انجام داد که دوباره درباره فلسطین حرف زده بشه بعد که این اتفاق الان داره میفته میگه تنها چند روز بعد به لطف فشار ایالات متحده از حمله گسترده ای اسرائیل به حزب الله لبنان جلوگیری شد میگه اینا میخواستن به لبنان حمله بکنن از آن زمان سوریه لبنان و یمن هم به هدف و هم به سکوی پرتاب تبدیل شدند شگفت انگیز رخداد ژئوپلیتیکی موفقیت حوثی ها در ایجاد اختلال در ترافیک دریایی در تنگه باب بوده است اینکه میگه شگفت انگیز اتفاق یعنی این رسانه به عنوان یک رسد کننده یه تحولات منطقه تصور نمی کرده که یمن بتونه همچین کاری انجام بده شما احتمالا همونطور که در اخبار شنیدید خدمت شما عرض کردم درگیره و مطلع از حمله ای که آمریکایی ها و انگلیس به طور هوایی به یمن داشتن هستین حمله ای که پنج یمنی درش به شهادت رسیدن و شش نفر زخمی شدن که حالا یمن هم اومد نکاتی رو در مطرح کرد و جزئیاتش رو با هم بررسی کنیم من نکته که میخوام خدمت شما عرض بکنم اینه اولا حمله ای که انجام دادی علیه چی بوده آیا خواسته مثلا زهر چشم بگیره یا رفته مثلا مراکز موشکی رو در یمن بزنه به نظرت با همه اینهایی که انجام دادی حملات یمن رو دیگه جلوش گرفتی یا انگیزه شو برای حملات بیشتر بیشتر کردی مگه یه بار قبلش از یمنی ها ده نفر توی دریا نکشته بودی خروجی چی شد یک ساعت بعد از اینکه دو ده نفر از یمنی ها زدی یمنی ها نناف نافهایی تو بلکه کشتی دانمارکی که داشت به سمت اسرائیل میرفت و زدن یمن تاکید کرده گفته من هرگز ماجرای ضربه زدم به رژیم صهیونیستی رو متوقف نمی کنم تازه سوراخ پیدا کردم تازه یاد گرفتم با چیکار بکنم فقط حمله ای که داره انجام میشه و فقط حملاتی که داره صورت میگیره یمن داره عصبی تر میکنه و یمن عصبی تر بشود برای آینده این احمق خود در این منطقه تبعات تاریخی خواهد داشت منتها آمریکا این چیزها رو نمیتونه بفهمه به خاطر اینکه آنهایی که در رأسش هستن عادت کردن مثل دیگر قدرت که در طول تاریخ فدای این جماعت شدن فدای پیروان فرون شدن اینها فدا بشون برای خود ما هم پیش اومده دیگه یه جایی از تاریخ ایران ایران امتیازه خیلی خاصی پادشاهانش به اینها دادن این عادت داره هر کجای تاریخ شفتی یه قدرتی پیدا کرده چسبیده در دوم اون قدرته اون قدرت رفته جلو این هم ازش سوء استفاده کرده بعد قدرت رو زلزله زمین رفته مرحله بعدی الان رسیده به آمریکا آمریکایی ها نمیفهمن که این داستان برای آنها از سنگینی خواهد داشت من خواهش میکنم این قسمت از گزارش رو با تعامل گوش بدین چون بسیار مهمه و دوست دارم این آن چیزی باشد که تصمیم سازهای ایران روش تحمل داشته باشن یک تأملی روی این مسئله داشته باشن میگه نگاهی به جنگ سال 2006 جنگ 33 روزه رو میگه بین اسرائیل و حزب الله و ترورهای قبلی که ایالات متحده و اسرائیل علیه رهبران مهمتر حماس حزب الله و ایران انجام داده اند باعث میشود نفس راحتی بکشیم چون این رخدادها باعث نشد که ایران و حزب الله منازعه بزرگتری را کلید بزنند آقا درک اینها از شما فهمیدی شکلیه این میگه من وقتی به معرکه نگاه میکنم دیگه تو شرایطی نیستم که با این مستقیم وارد جنگ بشم حالا چیکار میکنم حالا یا باید برم یه بحرانی تو کشورش درست بکنم کشورش درگیر جنگ بشه من اون عقب وایستم پشتیبانی بکنم حمایت بکنم از کسایی که میخوان به جنگن بعد یواش یواش منم در داخل کشورش راهی پیدا بکنم یا باید وایستم این اتفاق بیفته یا باید نگاه بکنم به اتفاقاتی که از 2006 تا الان رخ داده من مسئله رو از 2006 تا الان این شکلی فهمیدم که میتونم به اینها ضربه بزنم فرماندهشون رو ترور بکنم منتظر باشم اینا در یه جایی یه فرمانده از من ترور بکنن یا یه پاسخی به یکی از مراکزم اینا با من وارد جنگ نخواهند شد اگر کسی شما رو این شکلی شناخته باشه یعنی او عادت میکنه به اینکه به شما ضربه بزنه بشینه منتظر باشه تو یه فرمانده ازش بزنی یه مرکزی بزنی یه پایگاهی بزنی هزینهش رو پرداخت بکنه ولی خیالش راحت باشه که تو وارد جنگ فراگیر باش نمیشی این چیزی که من دارم میفهمم اینه که این گزارش میگه من اینا رو این شکلی شناختم با اینا وارد جنگ نمیتونم بشم میتونم ضربه بزنم بیام عقب وایسا مو ضربه متقابل بزنه و اما وارد جنگ فراگیر نشه نکته که من میخوام خدمت شما عرض کنم اینه آن کسانی که در مقاومت تصمیم ساز هستن باید تلاش بکنه که این روایت شکسته بشه این روایت باید شکسته بشه همونطور که طرف الان میگه آقا جنگیدن با اینا هزینه داره باید به این جمعنی برسی که کوچکترین ضربه به فرماندهان اینها و به نیروهای میدانی اینها هم به همین اندازه هزینه داره بریم ادامهش رو ببینیم میگه بله ما وقتی به 2006 نگاه میکنیم یه نفس راحت میتونیم بکشیم چون میفهمیم میتونیم فرمولشون رو ترور بکنیم و اونها پاسخ متقابل بدن وارد یک جنگ فراگیر نشن اما تفاوت فعلی زمینه دامنه سرعت و ادراک ماجراست اکنون چهره های ارشد بیشتری کشته شده و حملات مهم بیشتری در مناطق بیشتری در یک دوره کوتاه رخ داده در همین حال حمله اسرائیل به غزه ادامه دارد و منطقه را به ستیز با این دولت میاندازد میگه الان داستان فرق داره از این که ما داریم به یه سمتی میریم یه کارهایی میکنیم که این میتونه اینها رو به حدی از انفجار برسونه و یک چالش منطقه‌ای رو رقم بزنه ایران و اسرائیل تصمیم خواهند گرفت که این درگیری به جنگ همه جانبه تبدیل شود یا رقابتی برای نفوذ منطقه‌ای باقی بماند در حالی که تهران نگران از بین رفتن اعتبار و قدرت بازدارندگی خود است اما همچنان معتقد است اهداف نهایی خود از طریق مرگ با هزار چاقو بهتر محقق می تا روی روی پر هزینه میگه الان ایران نگاه میکنه درگیر جنگ نشده یه سری از اینا هم تو فضای رسانه میان میگن که آقا درگیر نشد نمیتونه مستقیم درگیر شه نمیخواد مستقیم درگیر شه به هر جده ها و هر انگیزه ای که باشه این مستقیم درگیر نخواهد شد میگه الان ایران میبینه که اینها رو دارن مطرح میکنن ولی حس میکنه اون ضربه که میخواد بزنه رو با مگ با هزار شاقو میتونه بزنه به خاطر همین برداشتش این هست این گزارش که ایران در ادامه ای ماجرا به این شکل ماجرا رو پیش خواهد بود من قضاوتی نمی کنم. من درباره آن چیزی که میدان به خود خواهد دید به ویژه از نگاه ایران حرف نمیتونم بزنم چون رفتار ایران بسیار غیر قابل پیش بینی. به هر جهت اومده این اشاره کرده گفته مقاومت لبنان به عنوان یکی از نزدیکترین شرکای ایران یک نیروی آبدیده با قابلیت‌های موشک پیشرفته و عمق استراتژیک به حساب می‌آید این گروه از طریق دو عامل محدود می شود ترس و خستگی در جامعه لبنان و ترجیح ایران به حفظ آن برای بازدارندگی در مقابل اسرائیل و ایالات متحده در صورت جنگ نیابتی جنگ موجودیتی در این و فهمید چی شد میگه که تو اگر بخوای مقاومت لبنان رو شکست بدی نه به این فکر کن که باش وارد میدان بشی نه به این فکر بکن که مثلا جنگی به راه بندازی چرا میگه وارد میدان با این نشو خوب به قیافه سیونس جای نمیخوره سیونس رفتن تو غزه همه اینا رو دیدن دیگه شرف نداشته اینها رفت کسی دیگه تو دنیا اینا رو جدی نمیگیره میگه به جنگ با اینا فکر نکن تو اگر میخوای اینا رو شکست بدی تنها راه اینه بری یه کاری بکنی مردمشون خسته بشن مردمشون بترسن مردمشون وقتی ترسیدن وقتی خسته شدن میگه آقا دمت گرم تو داری برای کشور ما زحمت میکشی فیتیلر رو بکش پایین فیتیله رو بکشم این لوستری که گذاشتم این بالا و این مبلایی که چیدم اینجا و این خونه زیبایی که درست من برای اینا زحمت کشتم من برای این زندگی زحمت کشتم فتیله رو بکش وای نمیخوام اینا از بین بره تو جنگ نمیخوام لوسترم بیفته کف خونم نه میگه بعد این کارو با اینها بکن چون اینا رو نمیتونی شکست بدی میگه از طرف ایران وقتی نگاه میکنه به این فکر میکنه که شاید فردا یه جنگی اتفاق بیفته این جنگ بخواد موجودیت ایرانو به خطر بندازه و میگه ایران به تک, تک اینها نیاز داره ادامهش رو با هم دیگه ببینیم در ادامه به این اشاره میکنه میگه در عوض شرکای منطقه ایران از مناقشه برای تقویت مواضع داخلی خود و تاکید بر مقاومت در برابر امپریالیسم غرب استفاده میکنند شمارش معکوس برای پایان حضور آمریکا در سوریه و عراق آغاز شده یک دولت قوی در لبنان قادر به تشکیل نیست چه برسد به محدود کردن رفتار حزب میگه توی لبنان با مقاومت لبنان نمیتونی مقابله بکنی با عراق هم کاری نمیتونی بکنی چون اینها دارن روی یک ریل پیش میرن بعد میگه از طرفی اسرائیل به شدت آسیب دیده آسانه تحمل بیشتری از خود برای خطر کردن و بیرحمی بسیار بالاتری از آنچه مقامات غربی انتظار داشتن از خود نشان داده شکست نظامی حماس یک هدف دست یافتنی از طریق صبوری بوده در عوض اسرائیل اهداف گسترده ای را بیان کرده و شیوه نظامی را در پیش گرفته که فاجعه بشر دوستانه ایجاد کرده فهمین چی شد میگه وقتی نگاه میکنی ببین اون ور نمیتونی کارش بکنی از طرفی تو یه اسرائیلی دیدی به شدت آسیب دیده آسانه تحمل نداره رفته توی غزه حماس رو نابود بکنه و اینو نفهمیده که نابودی حماس از طریق صبر میتونه اتفاق بیفته و میگه چون این رو نفهمیده جنایت هایی در میدان رقم زده این جنایت ها افکار عمومی رو خشمگین کرده و این خشمگین تر شدن به اینجا منجر شده که ما الان در شرایطی قرار بگیریم که شاید منطقه منفجر نشه از خشم و خشونت ولی این خشم و خشونت داره توش عادی میشه جهان هم داره باش کنار میاد یعنی چی یعنی مقاومت داره به سمتی که بخواد ضربه بزنه جهان یواشوش داره میپذیره چرا این لازم رو هم چی کاری بکنه این دارن بچه میکنن و مسئله جالبی که انتهای گزارش اومده گفته اینه میگه حقیقتی که رخ داده به ما نشون میده که ما باید یک چیزی به نام مقاومت رو به عنوان واقعیت و منطقه بپذیریم و بریم مشکلامونو حل کنیم بریم بشینیم باهاش صحبت بکنیم مشکلامون رو حل بکنیم این داستان از طریق تنش و جنگ و چیزای از این دست قابل حل نمی باشه من طول ترش نمی کنم اگر شما نکتهی داشتین بسیار حتما در قالب پیام برای من بفرستین کمک بکنید که گزارش با پیام های ارزشمند شما کامل تر بشه و که یه ایران اولشه پل ارتباطی من با شماست ایران 14313 حتما پیام بدین نکاتتون رو برای من حتما بفرستین و اگر موافق باشید یک نمونه از پیام های ارزشمند دوستان خودم پیام های خیلی خلاصه ای. دوستان رو برای شما پخش میکنم سلام وقتتون به خیر باشه دوستتون داریم خیلی مخلصم دمتون گرم سلام و عرض ادب بسیار ممنونم از دوستانی که به من پیام میدن از دوستانی که حس ما رو خوب میکنن با انگیزشون با انرژی بسیار بالاشون و از خدا میخوام بهترین ها پیش روی شما رفقای عزیز باشد اگر نکته دیگه ای بود حتما برای من بفرستین من پاسخ میدم پخشش میکنم خیلی مخلصم خیلی ارادت دارم وقتتون بخیر